چنگیز پس از سخت از در چین شمالی توانست پکن را تصفیر کند. سپس توایف اویغو را به اصحار اطاعت و داشت لک خان سرکرده کرده قبایل نایمان را که بر اراضی اقوام قرار تسلط یافته بود. از آنجا راند و بدین گونه با از شاه که حدود شرقی قلم رو خود را به این نباهی رسانده بود. همسایه گشت و مرز مشترک ها. آنچه از شباهه برمی آید لشکرکشی چنگیز به ایران برای به دست آوردن سرزمینی تازه و کسب قنایم نبود زیرا چنگیز با وجود کشور پرسرات و عظیم چین که در تصرف داشته لشکرکشی به ایران نیازی نداشت. چنگیز به رواج بزرگالی و تردد توجار علاقه فراغونی داشت و بزرگالی را تشویق می کرده و برای همین دستدت برامد با سلطان محمد خارم که بو را پادشاهی مختدر می داله دوستانه برقرار سازد. به همین منظور جمعی از توجار خود را به ریاست محمود یلباش با هدایایی به خدمت سلطان محمد فرستاد و بورا از بسعت کشور با قدرت با با و قدرت و لشکر و آبادانی متصرفاتش ساخت. سلطان محمد میز که در صدد متصرفات خود بود از اینکه چنگیز را در برنامهش فرزند خطاب کرده بود خشمگین شد اما محمود یلباش به تدابیلی آتش خشم بورا فرو نشاند و رازی ساخت که با چنگیز خان روابط دوستی برقرار سازد به این ترتیب اولین سفیر سلطان خارزم در پکن پذیرفته شد و چنگیز تجارت بین مغول و قلم سلطان را لازمه ایجاد روابط دوستانه اعلام کرد. در جریان همین احوال تعدادی با زربان مسلمان از قلم سلطان محمد پاره اجناس به ولایت خال مغول بردند و چنگیز هرچند در آغاز ورود با آنها با خشونت رفتار کرد. سرانجام از آنها دلجویی نمود و آنها را به خوشودی بازگردند. در بازگشت آنها و در سال 1218 میلادی تعدادی با زبان مقون را که تعدادشان به 450 نفر می رسید و اکثر آنها نیز مسلمانان بودند. با پاره اجناس به همراه ایشان و با نامه شامل توصیه آنها و درخواست برقراری رابطه بین دو دولت به قلم روی سلطان خارزم شاه فرستاد. اما آقای خان حاکم اوتراش برادرزاده و تحت حمایت ترکان خاتون مادر محمد خارزمشاه بود در مال بازربانان تمع کرد و تجار مغول را به اتهام جاسوسی در سرحد قلمبوی مورد حکومتش توقیف کرد و سپس با اجازه سلطان محمد خارزمشاه که در آن هنگام در ولایت عراق بود و گزارش قایق خان را نشانه سوء نظر چنگیز تلقی کرد تمامی این بازرگانان را قتل کرد سپس گماشتگان خارزمشاه بار کاروان را که شامل پانصد شتور طلا مصنوعات ابریشم یه چینی پوست های گرانبها و امثال اینها بود فروختند و مبلغ حاصل را به مرکز دولت خارزمشاهی فرستادند چندیز خان هنگامی که از واقعه اوترار مطلع شد و کنترل خشم خود آخرین تلاشش را برای جلب رضایت از طرف دیپلماتیک انجام داد به یک مسلمان را که پیش از این در خدمت سلطان تکش بود و توسط دو مغول همراهی میشد برای اعتراض به عمل کرده قایر خان اعزام کرد و خواستار تسلیم شخص بی شد سلطان محمد مایل به استرداد قایر خان نبود زیرا بیشتر لشکریان و قالب سطح بگانه لشکر بود از فیشاد قایر خان بودند و همچنین مادر سلطان محمد تکان خاتون که در کارها نفوذ داشت نیز به قدرت ترکان قنگالی پشت کرم بود و چنین شد که سلطان محمد نه تنها درخواست چنگیز خان را قبول نکرد بلکه سفیر چنگیز خان که برای ابلاغ این درخواست استرداد قایر خان به پایتخت تخت آمده بود ایز به امر سلطان محمد رسید به فهد رسید و همراهان گوباریش و سبیل بریده به نظر چنگیز بازگردانده شدند این رفتار جنگ طلبانی محمد خارزوشا هجوم چنگیزخان را به آسیه مرکزی تسریع نمود محمد خاراژبوشا با وجود اقتدار ظاهری در هنگام حمله آماده ی دفاع نبود. او در هنگام تدارکات جنگی در ظرف یک سال سه بار از مردم مالیات گرفت و به همین دلیل اعتراض من نارضایتی مردم را برانگیخت. محمد خارزچاه قبل از حمله شورایی از او خود تشکیل داد. امام شهاب الدین از فقها ها و مدرسان معروف خارز پیشنهاد داد که از نواحی مختلف سباس فراهم شود و در کنار سیحون از عبور مغان جلوگیری به عمل آید ولی عمرای سلطان این پیشنهاد را نپذیرفتند و گفتند که بهتر از مغول به ما بیاید و به و تنه خیلی برسند و آن وقت چون ایشان راه ها را خورا درست نمیشناسند بر سر ایشان تازی سلطان رای دسته دوم را پذیرفت و قشون و عمرای خود را بین آبادیهای های عمده ما برا اون نهر متفرش کرد. اما خود او قبل از آنکه سپاهیالی که از اطراف خواسته بود جمع آیند راهی برخ شد. و دفاع از ما برا اون نهر را به عمرا و قشون خود بگذاشت. چنگیز خان در ماه سپتامبر سال 1219 میلادی به اترار در آخرین حد مرزی قلمرو خوارزمشاهیان در قزاقستان کنونی رسید و نیروهای خود را به سه قسمت تقسیم کرد یک قسمت را در اختیار پسرانش اوشتای و چختای قرار داده تا اترار را محاصره کنند و قسمت دیگر آن را به فرماندهی جوجی برای گرفتن شهرهای ساحل سیهون به سوی شهر جند روانه ساخت کد او به همراهی پسرش تولا در رأس قوای اصلی به سوی بخارا حرکت کرد رسم چنگیز چنین بود که در هنگام لشکرکشی کشی از خدمات مشاوران و کسانی که دارای اطلاعات بودند و راهداران بهره میبرد به همین علت هم بار جماعتی از تجار مسلمان که به دلیل مسافرت زیاد معلومات بسیار داشتند و به چگونگی راه های عبور اطلاع داشتند برای مشاوره در اردوی او بودند همچنین پس از آغاز حمله برخی از عمرای خارزمشاه که با او دشمنی داشتند مانند بدردین امید نیست به اردوی چنگیز پیوستند و در باب اوضاع دربار سلطان و چگونگی راهها اطلاعات بسیاری به چنگیز دادند از وضع حمله و تقسیم لشکر و دیگر تصمیمات چنگیز به خوبی معلوم است چنگیز از اوضاع جغرافیه ماورا ماوران در اطلاعات صحیح داشته است در سال 1220 میلادی چنگیز خان با قوای اصلی اردوی خود به بخارا حمله کرد و با مقاومت شدید مدافعان شهر مواجه شد ولی این ایستادگی زیاد به طول انجامید در روز سوم جنگ مدافعان بخارا که ارتباطشان از همه طرف قطع شده بود، به ناچار دست از مقاومت کشیدند. مهاجمان مغال پس از تصرف بخارا هزاران تن از سکله بی سلاح و بیدفاع شهر را کشتند و بقیه را همچون برده و کنیز به اسارت بردند. به دنبال آن راه سمرقند را پیش گرفتند. چنگیز در بخارا بزرگان شهر را احضار کرد و گفت فرز از احضار شما جمعوری آلات نوعی است که محمد خارزم آنها را به شما فروخته. یعنی yani بعد از قصر تجار در اترار به دست قایل خان را که این اشیا متعلق به ماست و ایشان هرچه از آن اشیا در تعلق داشتند. پیش خال مغول آورده و تحویل دادند. محمد خارزم شاه به دفاع از سمرقند اهمیت زیاد داده و در این شهر می روی بزرگی جمع آورده بود و استحکامات شهر دوباره تعمیر شده بود. به قول برخی از مورخان 110 هزار سرباز در سمرقند برای دفاع از شهر جمع شده بودند. به نظر می آید که شهر در این شرایط می توانست در برابر محاصره چندین سالیز مقاومت بکند. در روز سوم محاصره مدافعان شهر از مواضع خود بیرون آمده به دشمن حمله بردند. در این حجوم ناگهانی گروه بسیاری سربازان شرکت داشتند. آنها تعدادی از سربازان مغول را نابود کردند ولی خود در محاصره دشمن افتادند. و اکثر آنها در میدان نبرد کشته شدند این حمله نافرجام تاثیر ناگووالی بر روی مدافعان گذاشت برخی از افراد بنفوذ شهر تصمیم به تصمیم گرفتند و قاضی و شیخ الاسلام شهر را به نزد چنگیز خان فرستادند تا گفتگویی درباره تصمیم انجام دهند سرانجام آنها دروازه شهر را به روی دشمن گشودند و عشون چنگیزی وارد شهر شده و دست به قطع آن بقارت زدند پس از حمله شهر سمرقند به خراب زار تبدیل شد و از سکنه خالی شد. سربازان مغول به مال یک حمله قطعی شهر اوترار را گرفتند ولی قلعه اوترار به مدت یک ماه طبق برخی اسناد شش ماه مقاومت کرد ها پس از گرفتن شهر اوترار تمامی مدافعان شهر و قلعه را به قتل رساندند بدین ترتیب فتح ماورا و نه با سرعت باوهمه کردنی انجام شد در سال 1221 میلادی پسران چنگیز چختایی افتایی و جوجی با 100 هزار نفر اردوی مغل پایتخت دولت خارز شهر گورگانج جورجانی را محاصره نمودند و مردم را به ایلی اصطلاحی مغالی به منوی قبول تابعیت خواندند ولی کسی از بزرگان شهر این پیشنهاد را قبول نکرد این شهر مرکز علم و ادب و بحث و درس به شمار می و مدارس و کتاب های بزرگ داشت و دا مرکز اجتماع شعرا و ادب و دانشمندان بود. مدافع آن شهر به مدت شش ماه با مغول ها جنگیدند. تصویر این شهر به خاطر یه مقاومت اهالی چنان بر مغولان دشوار بود که پس از وارد شدن به شهر میز هر یک کوچه و محله را با قربانی یا دادن تلفات عظیم به دست آوردند. آنها پس از اشغال شهر همه را سر به استثنای پیشوران، کودکان و زنان که آنها را برده و کلیز کردند. سپس به علت خشمگین بودن از این همه تلفاتی که داده بودند. پس گرفتند که شهر را با خاک یکسان کنند تا اثری از آن باقی نماند. آنها بدین منظور صد ساحل جیهون را بیران و شهر گرگانج را غرق در آب کردند. چنگیز به سر خود تولا را به خراسان معمور کرد. در سال بعد تولا خراسان از مرو تا به حق سبزواری کنونی یکی از شهرهای منطقه به حق دانسته می شود و از نسا و عبیبر تا حرات را یکی یکی اشغال نموده با و آنجا را مانند ما برای آن نرف تخریب کرد. بریجه شهر مرب یکی از قدیمترین مرکز فرهنگی آسیای مرکزی را خراب کرد. 619 اقاف چنگیز پس از عبور از مبر پنجاب و تصفیل ترمز و بلخ و گرفتن شهرهای ولایت جوز جانان از جیهون گذشته و به سرزمین طالقان آمد. این طالقان شهری واقع در ولایت جوز جانان بود و طالقان خراسان گفته میشد. شد. قلعه طالقان نسرکوه نام داشت. محاصره این قلعه ده ماه به طول انجامید تا سرانجام پسران چنگیز به کمک بو آمده طالقان را فصل کردند. پس از آن چون خبر فتح جلال دین را در پروان در نزدیکی شهر غزنین به چندیز داده بودند از راه بامیان به غزنین آمد و در بین راه بامیان را محاصره کرد انگامی که مغول سرگرم محاصره این شهر بودند موتو جن، پسر جختایی و نوه محبوب چنگیز به دست یکی از اهالی بامیان کشته شد چنگیز پس از فتح بومیان دستور داد که علاوه بر مردم جانوران را هم بکشند و کسی را به اسارتی نگیرند و بچه در شکم مادر زنده باقی نگذارند و سپاه مغول به دستور چنگیز شهر را چنان ویران کردند تا دیگر کسی نتواند در آنجا سکولت کند هندامی که چنگیز به فزن این رسید چون جلال دین از این شهر رفته بود به دنبال او به کنار رود سند شتاف ولی نتوانست مانع فرار جلال دین به هند شود پس از بریختن جلال دین به هند چنگیز چند ماه در این منطقه بود اما بعد به علت شورشی که در چین شمالی و تبت در گرفته بود و حضور را ایجاب می کرد نسوی آن منطقه حرکت کرد در سال 616 محمد خارعزوشاه به همراه سپاهی خود را به شهر اوترار و شهرهای اطراف سیهون بساند و بعد از برخورده اولیه و شکست در مقابل مغول از آنان ترسان شد و تاثیر اولین برخورد با مغول به گونه ای بود که وی دیگر هرگز حاضر نشد با آنان در میدان جنگ روبرو شود. او پس از شنیدن خبر سقوط بخارا و سمرقند از بلخ بیرون آمد. چنگیز از ضعف و پریشانی سلطان محمد مطلع شد و در صدد برآمد پیش از آنکه کمکی به او برسد. کار یک سره کنند بدین منظور داماد خود تو قاجار و دو نفر از بزرگان لشکر خود به نام های یملویان و سبتایی بهادور را که در جنگ های چین پیروزی هایی کسب کرده بودند. به تعقیب سلطان محمد فرستاد و به آنان دستور داد که در سر راه توقف نکنند و تا خوار از او شهر نگیرند از پای ننشینند و فرصت دستگیری سلطان را به خاطر حمله به شهرها و آبادی های از دست ندهند. جبه و سبتهی پس از عبور از جهون به بلخ رسیدند. سلطان محمد خار از از بلخ به نیشابور رسید و پس از آن آزمه شد. جبه و سبطای نیز از بلخ حرکت کرده به نیشابور رسیدند. آن دو تصویر نیشابور را به بعد مکور کرده به دنبال سلطان حرکت کردند. آنها در سر راه و در تقریب سلطان آبادی هایی که از در اطاعت در نمی آمدند مورد قهط و قارت قرار می دادند. سلطان محمد آزم دش فرزین واقع در سی فرسنگی همدان شد. در این دش پسر موروکن دین غورسانچی حاکم عراق عجم با سی هزار مفر به انتظار رسیدن او بود. سلطان محمد در این محل زران حرم خود را با پسرش قیاس و دین به قلعه قارون از قلعه های محکم در کوخه البوز و بین دماغند و مازندران فرستاد. همچنین نزد نصرت و دین هزاراست و عطابک لور بزرگ پیغام فرستاد و برو به خدمت خواست و با ملک نصرت و دین و عراق در دفع دشمن به مشاوره پرداخت. اومرای عراق صلاح در آن دیدند که سلطان در اطراف اشتراکوه موزه بگیرد. ملک نصرت و دین هزاراست از سلطان خواست که به کوهستان های میان فارس و لور بزرگ تلاف ببرد و وعده کردند که از مردم لور و کوهگیروی و فارس ست هزار پیاده برای سلطان جمع بری کنند. ولی سلطان محمد به علت شک و عدم اطمینانی که نسبت به نصرت و دین داشت. نظر نپذیرفت در این زمان خبر رسید که مغولان به ری رسیده و این شهر را مورد قتل و قارت قرار دادهاند بدین ترتیب با پسرانش وله ولعی قارون شد و یک روز در آنجا توقف کرد در راه جمعی از سپاهیان مغول به او رسیده و بدون اینکه او را بشناسند به طرف بوتیر اندازی کردند ولی سلطان نجات یافت پس از آن او به طرف قذبین رفت و پس از هفت روز اقامت در قذبین در قلعه سرچهان نزدیک سلطانیه در استان زنجال کنونی اقامت کرد پس از آن مغولان رد پای او را گم کردند و خیال کردند که به بغداد عظیمت کرده است توتان محمد سر راه گیران خود را به مازندران رساند و سرانجام در یکی از جزایر کوچک دریای خزر به نام جزیره آبسکون پناهنده شد محمد خارزم شاه در هنگام اقامت در جزیره سخت بیمار بود او قبل از مرگ آگاه شد که نشکریان مغول در ناریجان قلعه ای را که پناهگاه حرم و فرزندان او بود تصویر کرده و پسران کوچک او و دختران و خواهران او را به اسیری بردند. سلطان محمد در همین جزیره در ماه دسامبر سال 1220 یا ژانویه سال 1221 میلادی درگذشت.